بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. به حول و قوه الهی انشاءالله مقدمه جلسه اول لب لباب مثنوی شریف رو در خدمت دوستان عزیزان و فرهیختگان گرامی تا جایی که فرصت داریم مطرح میکنیم. حضرت مولانا جلال الدین چندین اثر سترگ و عظیم دارند و دو اثر ایشان بسیار مد نظر هست و مطمع اندیشه صاحب نظران و بزرگان اندیشه و نظر عرفانی است. یکی دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی و دیگر کتاب شریف مثنوی معنوی. این دو کتاب از لحاظ خصوصیات یک افتراق کامل دارند و آن این است که کتاب عظیم مثنوی معنوی کتابی مدرسی و تعلیمی است و برای تعلیم عرفان نظری ساخته و پرداخته شده است. اما دیوان شمس در حقیقت شرح شیدائی ها و عاشقانه های حضرت مولانا است که معمولا در مجالس سما و مجالس خاص اهل عرفان مطرح می شده و فل مجلس بوده است و خصوصیات خاص خودش رو دارد. کتاب مثنوی جز به شناخته شده ترین کتاب های جهان است و مستحضری است که حتی یک سال پرفروشترین کتاب در کشور امریکا بوده است. ترجمه های ناقصی که این کتاب به زبان انگلیسی و گزیده های آن داشته است بسیار مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. مولانا گوییم که 800 سال پیش در زمان ما میزیسته است، اما سخنان او هنوز که هنوز است بر مذاق انسان ها خوش می آید و هنوز که هنوز است رشحات قلم او و آن تراوشات ذهنی وقاد و ذهن نقاد و ذهن عظیم او هنوز هم انسان ها و متفکرین رو به چالش می کشاند. می شود گفت که در این عصر ما و در این زمان ما می توان به مثنوی پرداخت و مثنوی رو درک کرد، از آن جهت که گویا مولانا چند هزار سال از روزگار خود جلوتر بوده است و ما که 700-800 سال از آن روزگار می گذرانیم، ما الان آماده هستیم با مسائلی که در این مدت یاد گرفته ایم و با مکاتب بشری فراوانی که به وجود آمده است و با پیشرفت‌های قاطعی که در جهان امروز خصوصا در 300 سال اخیر نظر اندیشه و فلسفه در جهان به وجود آمده است، ما الان قادر هستیم که این برخی از مبانی حضرت مولانا رو در مثنوی درک بکنیم و رفته رفته این شمس وجود مولانا و شمس مثنوی نورش رو بیشتر بر ما میتاباند و زمانی که این کتاب جزء کتاب‌های محجور بود و برخی آن رو نجس می‌دانستند و او رو اگر کسی به آن
با دست تر دست میزد او رو کاف نجس میدانستن و باید دستش رو آب میکشید، الان به لطف و محبت الهی و لطف الهی مثنوی در کنار قرآن وارد خانه های مردم شده و وارد دل های مردم شده است. این که دانشمند عظیمی مثل شیخ بهایی میگوید مثنوی قرآن فارسی است، بحث کمی نیست. نه شیخ بهایی شخص کوچکی است، بسیار انسان دانشمند و بسیار بلند مرتبه هست، و البته این رو اگر بخواهیم بگوییم از نظر اسلوب و از نظر ساختار و از نظر مطالب و مفاهیمی که در آن به کار رفته است میتوان او رو قرآن فارسی نامید. و بیشترین شاعری که در طول تاریخ ادبیات کشور ما و شاید بتوان گفت در طول تاریخ ادبیات جهان از قرآن بیشترین سود رو برده است، همین مولاناست. و کسانی که آشنا باشند با روایت ها و با قرآن میدانند که خیلی از ابیات مثنوی ترجمانی نیکو و ترجمانی هنری و زیبا و عارفانه از قرآن، روایات پیامبر و اهل بیت است. و البته این کار بیشتری میطلبد که دانشمندان ما اینها رو بر آفتاب نهند، بیرون بیاورند و اینها رو به شکل کامل نشان بدهند، که این البته کار بسیار بزرگی است که دانشمندان دانشگاهی و باید این کار رو انجام دهند. اما آنچه که مسلم است، مولانا جلال الدین وقتی که از بلخ با پدر خود حرکت کرد و گویا در آن زمان پسر بچه 12-13 ساله بوده است، در بین راه از نیشابور عبور می کند و با پیر نیشابور حضرت عطار نیشابوری برخورد می کند که حدوداً او حدود 60 سال داشته است. بنابر بعضی تاریخ ها و بعضی گفتن بالای 70 بوده است که 2-3 سال بعد البته وفات می کند و به دست مغولان کشته می شود و به شهادت می رسد. وقتی که می آیند در آنجایی که جناب بهای ولد خود میدانسته پدر مولانا میدانسته و میشناخته او رو، میروند و در حقیقت اذن خروج از خراسان رو میخواهند که عطار میگوید، اشاره میکند به مولانا و میگوید زود باشد که آتش در سوختگان عالم زند، این پسر رو نگه دار، زود باشد که آتش در سوختگان عالم زند. شبیه همان قصه ای که وقتی ابو طالب پیامبر رو برد و آن راهب بحیرا دید او رو در 12-13 سالگی، گفت مراقب باش او در آینده مرد بزرگی خواهد شد، از او بیشتر مراقبت کن. و اینجا شیخ عطار، آن عارف وارسته و فرهیخته و آن انسان بسیار بزرگ که باز هم معلصف قدرش مجهول مانده است در میان ما، ایشان میگوید که زود باشد که آتش در سوختگان عالم زند. نقلی دیگر است، البته نقلی کمی بی‌محاباتر، که میگویند وقتی که پدر مولانا از نزد عطار بیرون میرود و میروند، پدر مولانا جلو هست و مولانای 13 ساله در عقب او روان هست، عطار به دیگران میگوید در تعجبم. میگویند یا شیخ از چه متعجبی؟ میگوید در تعجبم که اقیانوسی از پی دریایی میرود. یک اقیانوس از پی یک دریا به دریا متصل است. و از آنجا میآید
مولانا در اون طی طریقی که هست از کعبه و زیارت خانه خدا و از آنجا به سمت دمشق و حلب و مدتی در آنجا می آیند تا اینکه به قونیه می رسند و قونیه رو مرکز در حقیقت نشر افکار خود قرار می دهند. پدر مولانا البته از عرفای بنام بوده است، از دانشمندان بسیار بزرگ بوده است، بسیار دارای مراتب علمی و فقهی فراوان بوده است، تا اینکه در آنجا مولانا ازدواج میکند و در 34 سالگی منصب خاصی که منصب علمایی که پدر مولانا داشته است به مولانای جوان میرسد و مولانای جوان که تا آن زمان از پدر دانشمند خود بسیار چیزها آموخته بود و قبل از 34 سالگی 7 سال در حلب و در شام بوده است و در مدرسه حلابیه 7 سال به گذراندن مقامات حدیث و فقه مشغول بوده است و فلسفه رو به زیبایی و به نیکویی آموخته است. برخی گمان میبرند که مولانا فقط عارف است. نه، مولانا از لحاظ علمی هم از لحاظ فقهی بسیار برجسته است، هم از لحاظ علم الحدیث و روایت الحدیث که اهل حدیث بوده و اجازه حدیث داشته است و هم اینکه از فلسفه بسیار بهره کامل بوده است و البته در عرفان که برای خود مکتبی دیگرگون نهاده و مکتبی که از آن زمان که این آتش عرفان مولانا در جهان افتاده است تا کنون این همچنان امتداد دارد. که مولانا در آنجا در قونیه به مراوده مشغول بوده است و مشغول درس و بحث بوده است و مشهور است که به 5 مذهب فقهی فتوا می داده است. مکتب به حنفی و اهل سنت و یک مذهب امامیه فتوا می داده است، یعنی مجتهد جامع الشرایط بوده. اگر اجتهادی داشته باشند معمولا در یکی از این مذاهب است. این نابغه قرن و نابغه هزاره که یونسکو مولانا رو نابغه هزاره نام نهاد، این نابغه هزاره، نابغه هزار ساله کسی بود که فقط در عرصه فقه بسیار قدرتمند است. ما یک اشتباه کوچک از نظر فقهی در مثنوی یا در دیوان شمس یا در مکتوبات یا در مجالس سبعه یا در فیه مافی یا در آثار دیگر او نمیبینیم و بسیار متقن و محکم بوده، بسیار اهل عبودیت و عبادت بوده است و خودش میگه سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کوی کودکانم کردی. معلوم بود سجاده نشین بود و شبها 1000 رکعت می‌گذارده است و بعدها توسط صلاح الدین زرکوب موظف شد که چندین چله بگذراند، چله عارفانه و چندین چله، میگویند حداقل 27 چله برگزار کرده است. و البته نمیتوان، انسان هیچ وقت نمیتواند به مقامی برسد الا اینکه این چله های حقیقی رو گذرانده باشد. و در زمان خود با اندیشمندان بزرگی از جمله جناب محی‌الدین ابن عربی و صدرالدین قونوی که از اقطاب و قله های عرفان نظری هستند با آنها نشست و برخاست داشته است، با آنها همراهی کرده است، تا اینکه در آن بازار پنبه فروشان آن شمس جان و شمس وجود او رو می‌بیند و با سؤال شگفت انگیزی که از او می کند او رو به سمت خود می کشاند. 3 شبانه روز در خلوتند و مولانایی که پس از این خلوت می آید مولانای دیگری است، دیگر آن فقیهی که
دائم در حال صلات و نماز است نیست، اندکی دگرگون شده است. نیست که او واجبات رو وانهاده است، این رو طائنان و دشمنان مولانا که میخواهند او طعنه بزنند این رو گفتند، ولی تا آخر عمر مولانا مقید به آداب شریعت بوده است و تمامی اصول شریعت رو مو به مو اجرا می کرده است و مو به مو انجام می داده است. نماز و روزه و حج و جهاد و حتی در مورد جهاد به شاه پروانه نامی بوده است که در آن زمان در قونیه حاکمیت داشت و از نوادگان قزل ارسلان مشهور هست، در اونجا به او میگوید که بیا و میگوید ما آماده جهاد هم هستیم، اگر چون این اتفاقی بیفتد ما هستیم، چون که این از فروع دین ماست و ما دیندارانی رو میپذیریم. او اجازه نمیدهد و میگوید که نیازی نیست و الان لشکر اسلام آنقدر قوی هست که نیازی به اینها نباشه. تمامی فروع دین رو به یقین عمل میکرده است و برخلاف آنهایی که او رو مثلا خدای نکرده به میخوارگی و به اباحه‌گری متهم کرده اند، البته بهتانهای عظیمی است. و نهایتا مولانا وقتی با شمس ملاقات میکند دگرگونی در حالات او پدید میآید، از آن مولانای اولیه خروج میکند و یک مولانای دیگری میشود که مولانای خود ماست، مولانایی است که ما در مثنوی صیحه های عاشقانه او رو میشنویم و در شرابدهی های او رو در دیوان شمس به نظاره می نشین. آنگاه که ایشان جناب شمس رو آزردند و جناب شمس رفت، مولانا که در او حالتهای شعری خفته بود و قبلا هم اشعاری گویا داشته است، به ظهور می رساند و کم کم شعر می گوید و با اینکه خود از شعر گفتن ابراز انزجار می کند، اما شعر گفتن رو آغاز می کند. بعد از آن فراق شمس باعث شد او شاعر هم بشود، یک عشق آتشینی که در وجود او شعله ور می شود. و پس از آن صلاح الدین زرکوب است که می آید و او رو در طرائق عرفانی هدایت می کند، چون او از واصلین بوده است، از کسانی بوده است که از واصلین به حضرت حق بوده است و با اینکه شاید سواد درست حسابی نداشته است و میگویند قفل رو قلف میگفته است و به خاطر همین مورد توجه شاگردان دانشمند مولانا واقع نمیشد، اما مولانا خود رو مرید او میدانست. بعد از شمس ارادت خود رو به جناب صلاح الدین زرکوب نهاد و پس از ایشان بعد از صلاح الدین رسید به بله برهان الدین محقق ترمذی. و برهان الدین محقق هم شخصی بود که اساساً از لحاظ علمی و از لحاظ عرفان نظری بسیار برجسته بود. برهان الدین محقق لطائف خاص زمان رو به او آموخت و لطائف عرفان نظری رو به او بیان کرد. پس از آن نوبت به حسام الدین چلذی رسید که او آمد و یک روز در وقتی که نشسته بودند، حسام الدین آمد نزد مولانا نشست و گفت وقتی که ما در مجالسی هستیم، در مجالس معمولا الهی نامه عطار رو میخوانند یا موارد دیگر رو میخوانند، وقتی که عرفا جمع میشوند دوره هم در آویش جمع میشوند، اینها کتاب هایی میخوانند، مثلا از سنایی کتاب های سنایی و از اشعار سنایی میخوانند و از اشعار عطار میخوانند، اگر صلاح میدانید شما هم بیایید و یک شعری بگویید، میدانیم که آن شعر در وجود شما منطوی است، بنابراین شما هم بیایید و شعری بگویید تا اینکه مریدان شما از آن بهره ببرند. مولانا دست در
آستین میبرد و یک کاغذی بیرون میآورد، میگوید اتفاقا خودم هم به این فکر بودم و این 18 بیت اول مثنوی شریف رو برای حسام الدین چلبی میخواند و وقتی که میخواند دیگر قرار میشود که جلسات منظمی و مرتبی قرار بدهند و معمولا از عصرها شروع میشد، بعد از نماز مغرب و عشاء دور هم می نشستند و تا صبح مولانا به بررسی به گفتن مثنوی می پرداخت و دیگران کاتبان این رو می نوشتند و غیر از آن 18 بیت اول مثنوی که به نی نام مشهوره، غیر از آن 18 بیت دیگر خود مولانا با دست خود ننوشته است بلکه می گفته و مثنوی رو می نوشتند. هر دفتر از 6 دفتر مثنوی حدود 2 سال طول کشیده است و بین دفتر اول مثنوی و دفتر دوم مثنوی 2 سال افتراق حاصل شده است و آن هم به خاطر این بود که همسر حسام الدین چلبی از دنیا می رود و او عزادار او هست، 2 سال حال و هوا ندارد، حال و هوای در حقیقت شعر و شاعری و حال و هوا رو ندارد، بنابراین مولانا هم هیچ سخنی نمی گوید. بعد از آنکه هست میگوید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، دفتر دوم رو دوباره شروع میکنه و اگر تقریبا حساب کنیم هر 2 سال یکی از این دفاتر گفته شده و با آن وقفه که هست حدود 14 سال، با آن وقفه 2 ساله 14 سال طول کشیده است تا این مثنوی عظیم و شریف نگاشته شود. عبد دیوان شمس گاهی برخی میگوین دقیقه قبل از این همش نوشته شده بوده و برخی میگوین که نه، در اواسط این هم بوده است و دیوان شمس احتمالاً بازه زمانی بیشتری رو به خود اختصاص میداده است و حدود 2 سال آخر عمر پربرکت حضرت مولانا دیگر قضیه میماند و دفتر ششم پایان بخش آن هست و برخی میگویند گویا ایشان در نظر داشته اند که 7th دفتر رو هم بدان بیفزایند که این امکان پدید نیامد. اما در هر حال ما وامدار جناب حسام الدین چلبی هستیم و وامدار اون عظمت مرد بزرگ هستیم که این میراث بسیار گرانبها رو در اختیار ما قرار داد. انشاءالله از جلسه بعد آنچه که بیان شده است از مثنوی خلاصه های فراوان نوشته شده است، گزیده های بسیار فراوانی از مثنوی منتشر شده است. مثنوی کتابی است که به بیشترین زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است و بیشترین ملخصات و تلخیص‌ها از یک کتابی که ممکن است از مثنوی به وجود آمده است و البته در بین همه این شرح‌های ممتد و طولانی که بوده است و در بین همه این مسائل شخصی به نام ملا حسین واعظ کاشفی که ما میشناسیم او آمده و ابواب در حقیقت مثنوی رو با بیت ها رو از جای هر بیت رو از یک دفتر برداشته، اینها رو جمع کرده ولی اینها رو به شکل ابواب عرفانی مبوب کرده و مدون کرده است. چون مثنوی دریایی است که آدم وقتی در او وارد می شود غرق در دریا می شود و احساسا آخرش نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ملا حسین واعظ کاشفی آمده است و اینها رو طبق تعریفات عرفان نظری اینها رو در کنار هم چیده است، در 3 عین اینها رو مطرح کرده. هر عین، اولین عین دارای 7 نهر است و دومین دارای 6 نهر و سومی دارای 3 نهر است و همچنان اینها رو مبوب کرده، باب باب کرده و برای کسانی که مشتاق عرفان نظری هستند بسیار بسیار مناسب است
و البته کتاب ایشان در کشور ما مع الاسف ناشناخته هست و یکی از اهدافی که این جلسات دنبال می کند این است که ما این کتاب رو بشناسانیم و انصافاً کار بسیار بزرگ و ستر و عظیمی انجام داده است و حدود 2/5 کل مثنوی رو ایشان در این کتاب آورده است، اما با ابواب مشخص و معین. خیلی کلاسیک کرده، مدرسی کرده، میتوان از یک جایی شروع کرد و یک جایی پایان داد. انشاءالله از جلسه بعد انشاءالله در خدمت لب لباب مثنوی خواهیم بود. از اطاله کلام عذر میخواهم و از اینکه عنایت فرمودید و با دیده قبول و با دیده منت بر جلسه نظر کردید بسیار سپاسگزارم و از تسلیه اوقات عزیزان فرهیختگان دانشمندان معزز و خانم ها و آقایان اعتذار می کنم و السلام علیکم و رحمت الله.